Black. در خصوص این دوتا سایت که فوق‌العاده هم سایت های قوی هستن، من در مورد اینها یه دو تا ویدیو مفصل درست کردم توی خیلی وقت پیش توی یوتیوب به اشتراک گذاشتم، میتونید ازش استفاده بکنید. من پیشنهاد میکنم که حتما یه مدتی توش عضو بشین، از امکانات رایگانش استفاده ببرید. خیلی چیز قشنگی، گزارش تحلیلی باحالی داره. مثلا اینو من بازش بکنم، مثلا یه گزارشی داره که آها ساین اپ، این گزارشی داره میگه چقدر کیف پولا تو سودن. ببینم اگر وارد شم ساینی، امیدوارم که دسترسی من همچنان برقرار باشه. ببینید وقتی که کیف پولای زیادی تو سود هستن، یعنی شما باید آماده باشین که یه سری آدم هستن که میخوان بفروشن دیگه، یه سیگناله. آه ببینید مثلا گزارش های چیز باحالی هم میده دیگه، پرایس پریدیکشن نسخه بتاشه که اینتو دی بلاک اومده، مثلا تو حوزه اتر، تو لایت کوین، اینها با ارزش، میتونید مثلا حالا بخرید این گزارش رو، یا اینکه امیدوارم من یه راه حلی براش پیدا کنم بتونیم استفاده ببریم از این. همونطور که میبینید داره میگه مثلا اینجا این آوتمانی بیت کوین حجم قابل توجهی توی چیزن، سودن کیف پول ها. خب اینا خیلی راحت دیدن دیگه، قیمتی که روزی که رفته تو کیف پول دیدیم دیگه، تو فصل دوم صفر تا صد ارز دیجیتال که با هم گذروندیم، یا دوستانی که حالا یه ضرب اومدن توی همین دوره قطعا با اون اطلاعات آشنا هستن چون پیش نیاز بوده. توی اونجا دیدیم که چجوری میزنیم یه تراکنش رو ردیابی کنیم موجودی، کیف پولا رو دیدیم، کیف پول مایه دارا رو دیدیم، رفتیم دیدیم که توکن هایی توش گذاشتن، میتونستیم از اون توکن ها الهام بگیریم برای یه سبد توکنیمون و الی آخر. اینجا هم گزارش خوبی داره، حتما ازش استفاده کنید. تو پریمیوم شاید این اطلاعات رو به شما بدهد. خب این دو تا از اینا بود که با هم گذروندیم دیدیم، یکی بحث MVRV بود. اینا ببین از این ابزار خیلی 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 زیاد توی بازار شما میتونید باش مواجه بشین، هست هر کی هم اومده یه اسم گذاشته، یه مدل درست کرده، همه مدل‌ها رو هم میفروشن. یعنی کسی اگر اومده یه سمپل گذاشته بهت استراتژی میده، میگه مثلا این دو تا رو بگی با اینا حال کن، ولی اگر اینو میخوای که توی این نقاط اینجوری این بوردر لاین ها بتونی تصمیم درست بگیری، باید یه پکیج طلاییشو بخری. نمیدونم اینایی بودن تو بورس خودمون میگفتن سیگنال طلایی بیاین بخرید، از این حرفا. اینا من بیشتر بهشون حمله میکنم به خاطر اینکه میدونستن و صدمه زدن با تارگت های فضایی که دادن برای خرید و فروش و روی سهم. حتی یه فایل صوتی یکی برای من فرستاده بود در مورد این بود یه آقای حالا با یه ادبیات در شأن خودش داشت فالوراش و اون اعضای تیم تلگرامی صحبت میکرد که من مثلا انقدر میلیارد بعد بذارید، انقدر نام چی باشه، من چکتون میکنم، زنگ بعد بزنم باهاتون ببینم. بعد هم هی میگفتش که من کار اولم هم بورس نیستش، کار دوممه. برای من حرفا زد و نقص زیاد داشت، احساس کردم که از این آدم های سخنران های هیجانی هستن که میخوان منابع مالی مردم رو جذب بکنن، بزنن زیر سنبره بالا بفروشن و به قول خودشون با همین بریزن سر مردم، دوباره بیان زیرشو بخرن دیگه. حالا در نظر داشته باشید این بازاره انقدر گنده است که همچین آدمای همچین کارهایی بخوان. ایلان ماسک باید باشه بتونه بزنه زیر یه چیزی، اونم دوش کوین دیگه. چند روز بود مگه رفت بالا اونقدر که فکر میکردی؟ پس در نظر داشته باشید این بازاری یه مقدار نرمال تر رفتار میکنه و ادبیات خاص خودش داره. منم هرچی حمله میکنم به این بورسیه که این تیپ آدم ها هستن، بیشتر هدفم اینه که نهیبی زده باشم و بدونیم که بازار چجوری. این هم که نمودار با هم دیدیم و تو گلاس نوت پیشنهاد میکنم که کلی اینجا دیتای باحال داره. همین سمت چپو که میبینید وضعیت ماینرها داره، پرایس اند مارکت کپ رو داره، نتورک استاتوس رو داره، خدمتون آرزم دیگه هزینه ها رو داره.
آدرس ها ببینم چی بهم گزارش میده. اکتیو آدرس ها، سندینگ ها، ریسیوینگ ها. ببین رو آدرس که زدم سمت چپ رو میبینی آدرس with نام زیرو بالانس ها. این بالانس ها رو که توی یه دونه سایت دیگه هم میدیدیم چی بود؟ یادتون هست؟ آدرس های جدید که ایجاد شده کل آدرس ها بزنیم، کل آدرس ها چقدر میزنه؟ 7 میلیون بود. ۷ میلیون شوخی ببخشید چه چیزی گفتم. این زرده که بزنیم بذاره بریم بالا که اگه بهمون نمایش بده. number of addresses 781 میلیون بود و رو قیمت 45,000 دلاری که مربوط به سال 2021 میشه و کلی اطلاعات این تیپی بهمون میده. بعد گزارش ها مهمه چون گزارش ها اومدن بر اساس تجربه و هوش مصنوعی اینا چیده گفتن کدوم ها با هم داره مثلا سیگنال خروج و ورود میده و ازش استفاده کنیم. تو این تریدینگ ویو اینجا هم نسخه بتاشو گذاشته که به این به هم وصلن. یه داشبورد هم داره که اینا رو باید کنار هم مقایسه کرده باشه. number of new addresses ببینید تعداد آدرس ها داره زیاد میشه، یعنی آدم های جدید دارن درگیرش میشن. مشکیه که این وسط داره تکون میخوره چیه؟ قیمته. و هرچی قیمت میره بالا رابطه مستقیم و معناداری دارن. تو اون کوریلیشنه بود با هم صحبت میکردیم. بعد number of active آدرس ها رو داره میگه رشد کرده، یعنی درگیر بازار شدن دیگه. total transfer volume ها هست، ترانزکشن ها تعدادش هست. میبینید همینطور من اسکرول کنم بیام پایین کلی اطلاعات داره. تازه این بازار کوران چینش بود، فیوچرز هست، آدرس هاست، بالانس هاست، مارکت تاپ باتون هستش، این ATH و LTH. ATH all time high low time high، ATL ببخشید all time low. و همینطور ETH یونی سواپ و گس مربوط به چی بود؟ اون هزینه تراکنشی که تو بستر بلاکچین اتر رخ خواهد داد، رخ میدهد. خب این دوتا هم که با هم دیدیم، من اینا رو ببندم، اینم ببندم، لینک ها رو براتون گذاشتم ام وی آر بی. جلسه بعد میریم سراغ 4 تا دیگه از اینا رو گردن کلفتاش رو ببینیم. این هم آقای دوستمون آقای جوادی پور زحمت کشیدن. همونطور که میبینید زرد این با رنگ مختلف مشخص کرده. هرچی اینجا گفته چی؟ days until next halving، روزهای باقی مانده تا halving قبلی. نگاه کنید این آبیه و حالا اگر بنفشه از چیزی که این رنگ رو میشناسین شما هم نزدیک. این یه دفعه دیدین نموداره رفته بالا جهش پیدا کرده. اینم بذارم براتون اگر اینم نذاشتم. نزدیک این که میشه شاهد یه رشد رالی بلندی هستیم. نگاه کنید دفعه پیش از حدود چند 11 دلار رفته رسیده به 600. از قیمت پرایس از تکون نمیخواد ببخش. همینطور میبینید بالاخره تو این بازار داره رشد. این زرده میشه اون قیمته، ولی این که وای میسن تیپیکالی پرایس اند اف دی 650 بوده رسیده به این تاقش اند پرایس به 13,000. و حالا این تکرار تاریخ برای اینجا هم داره رخ میده که انشالله اگر یه همچین چیزی بشه باید تو این حدود باید ببینیم 100 و مثلا 20 سی که بر اساس مدل استوفی که دیدیم نمونه پریدکشن های دو انحراف معیار، یک انحراف معیار بود، نوار سبز، نوار آبی و توسی رنگ. بعد همین جا رو محقق کنه بعد دوباره ساید میشه برای مدتی تا
بعد دوباره بخوره به اون هافینگه. حالا میتونه رفتارش رفتار متفاوتی این سری باشه، علتش هم این که هرچی میری جلوتر یه مقداری آشنایی به این مسئله بیت کوین بیشتر میشه. S2F هم همونطور که میبینید اینجا هم مشخصه. حالا S2F اومده با چی دیده؟ حالا این یه مقدار آپدیت تره، 21 18 جونه. این همون چی بود؟ S2FD یادمون هست؟ این هم براتون بذارم. قرمز که میشه یه اصلاح کوچولوی میزنه، حالا یا اصلاح از جنس قیمتی هست یا از جنس زمانی. دیتاش هم حالا خدا رو شکر اینجا داره با یه چند روز تأخیر میده، داره باید دیتا رو بخریم. حتی این الان داره 12 فوریه رو میگه. چهار هفت ده 11 فوریه، 2 روز قبل داره میگه. $45,000 بود، $47,000 بود داره میگه. و همطور که میبینید یه نوک قرمز زده که یعنی اینکه مثلا رفته بالای یه مقداری شرایط ریسکیه و اومده مقایسهش کرده با خود S2F. این هم که با هم این تو بلاک هم براتون فکر کنم لینکش هم نذاشتم میذارم. این وبسایت هم فارغ از بحث تحلیلگری همونطور که میبینید رو حوزه دیفای هم هست. دیسنترال فایننس ها رو میتونید ازش استفاده کنید. پریدیکشن هاش حالا جذابیت خاص خودش رو داره توی این حوزه هم. به هر حال تعداد زیادی دارن همون بیل کلنگ خودشون رو میفروشن. How to draw the prediction card. نمیدونم شاید یه جلو نمیده. آها دیگه داره توضیح میده که مثلا رنج شده باشه، نچرال شده باشه به قول معروف چجوریه، اگر با صورت بالا رو به رشد باشه. داره گزارشش رو میگه که چجوری پیش بینی کرده. من حالا سعی میکنم یه نمونهش رو بگیرم، امیدوارم جواب بدن دیگه. به هر حال من یکی دو بار از اینا خواستم کمک هم کردن که خواستم مثلا یه فول اکسس پروفشنال پرو پلاسشون رو بدن که من مثلا سر کلاس نشون بدم. یکی دو بارم ازم خواستن که مثلا به عنوان مدعوم اضافه شن، که حالا مواردی بوده که اضافه هم شدن و ما هم از خدماتشون استفاده کردیم. اینم من ببندم مطالب. خب برگردیم به داستان چیز. من فردا رو میخوام دوستان به خاطر اینکه زمان از دست ندیم، داغ داغ هم ازش استفاده کنیم. فردا رو میخوام به عنوان کلاس استفاده کنیم ساعت 7 تا 9 شب. پس فردا هم 7 تا 9 شب با شما کلاس دارم. سه شنبه و چهارشنبه هم که 2 تا سمینار رایگان 7 تا 9 شبی دارم و احتمالا 5 شنبه شب هم یه برنامه با آپارات دارم که لایو آپارات هست. یه خود برام دعا کنید انرژی داشته باشم. میخواستم اگر با من همکاری بکنید